خط تولید آزمایشی محصول 301. اولین پژوی 301 ایرانی با همان نام فرانسوی خودش ولی با قطعات بومی حدود 8 ماه دیگر به خیابان ها می آید. تلاش های ایران خودرو برای تولید خودروی ایرانی به پژو 301 رسید. اخیراً با همکاری شرکت های دانش بنیان و داخلی سازی برخی قطعات 23,000 خودروی نیمه تمام تکمیل و به مشتریان تحویل شد، اما کفاف نیاز مشتریان را نداد. در همین حال شرکت پژوی فرانسه از تکمیل پروژه هایی که با ایران قرارداد بسته بود پا پس کشید و آنها را نیمه کار رها کرد و رفت. ایران خودرو که میگوید تا کنون 150 میلیون دلار از شرکت فرانسوی به خاطر بدعهدیش خسارت گرفته، حالا آستین بالا زده و پژو 301 را میخواهد خودش تولید کند. این شرکت ایرانی با کمک متخصصان ایرانی توانسته 60% از قطعات مورد نیاز این مدل پژو را طراحی و داخلی سازی کند و قصد دارد آن را به 80% داخلی سازی هم برساند. بعد از 206، 405، سمند و دنا، حالا ایران خودرو صاحب پنجمین پلتفرم خود برای تولید خودروی نیمه ایرانی شده. به گفته مسئولان این شرکت قرار است بدون اتکا به شرکت فرانسوی 250,000 دستگاه از این خودرو به تدریج تولید شود که در همین زمینه حدود 60 میلیون یورو برای این خط سرمایه گذاری شده است. جدیدترین مدل پژو در ایران قرار است با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و 300 قطعه‌ساز ایرانی داخلی سازی بشه. گفته شده خط تولید این خودرو هم نخستین خط چند منظوره در خاورمیانه است که توان تولید 16 دستگاه خودرو در هر ساعت رو داره. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که در این مراسم شرکت کرده بود با اشاره به اینکه صنعت خودرو از مونتاژکاری عبور کرده و به سمت تولید محدود پیش رفته گفت در کشور کمبودی در زمینه نیروی متخصص جوان نیست. خودرو باید در داخل طراحی شود. صرف کارخانه داری و خام فروشی باعث ارزش افزوده نمی شود. ما تا زمانی که خودمون طراحی نکنیم، خودمون ماشین سازی نکنیم، خودمون بهینه سازی نکنیم، یعنی دانشش دست خودمون نباشه، کارخونه داره، کارخونه هم خوبه ولی این باعث تحول عجیب غریب نمیشه. اتفاقا این چیزی که باعث ارزش افزوده میشه اینه که شما تو این زمین ها کار این ارزش افزوده داره، این میتونه سود سرشاری و در واقع برای کارخونجات خودمون سازی بیاره. این که ما تو زمان تحریم بدیم مثلا با چینی ها کار بکنیم، تو زمان عادی بدیم با فروپا یا کار بکنیم، این اسمش هم کارتنه داره، یعنی شما همه جاش بابسته ای. اگر طراحی مال خودتون باشه، اگر ماشین سازی خودتون بکنید، اگر طراحی خط در واقع تولید خودتون انجام بدید، این اتفاقاتی که میتونه خیلی تغییر بده جهتگیر. مدیرعامل ایران خودرو گفته با ورود 301 به بازار خودروهای قدیمی تر به تدریج از رده خارج می شوند. یک هزاره همچنین گفت مردم اواخر امسال یا اردیبهشت سال 99 منتظر ورود اولین 301 به خیابان ها باشند. ما این تجربه کردیم، 206 بدون پژو، 207 بدون پژو و حالا 301 بدون پژو. یه اتفاق خیلی خوبی هم که افتاده اینجا، به حال این هیچ ملافاتی هم با قراردادی که ما با پژو بستیم نداریم، یعنی که ما ساوی پلتفرم شدیم، یعنی پلتفرم 301 الان مال ماست، بنابراین پلتفرمی هستش که به صورت ماژوره، یعنی هم شما روی ترکش هم روی ویل بیسش میتونید تغییر بدید و خودروهای زیادی رو روی تولید بکنید، بنابراین اتفاق برای ما خواهد افتاد.